آقای وایسامت برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث اینجا حضور دارند. آقای برمک خوش آمدین. سلامت باشین. تشکر. کارم نو شروع کردین. چه کردین برای آسیب دیدگان که بسیار متضرر شده متاسفانه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کارهایی که باید حکومت البته در موقف رهبری و همانگی روند کمک رسانی به آسیب دیده است باید میکرد انجام دادیم و در طول امی تقریبا 4-5 روز گذشته از 4 عقرب به این طرف که حادثه اتفاق افتید، مرحله اول مرحله نجات بود، باز او بر تیمای بررسی رفتن به ساحه و بررسی ها آغاز شد و همزمان به او توزیع کمک ها هم جریان پیدا کرد که تا فعلا به اساس ارقامی که در تازه‌ترین ارقام که در ساعات آخر روز بر ما رسیده از ولایت مختلف، تا فعلا ما به 6406 فامیل رسیدگی کردیم. 6406 فامیل یعنی برشان کمک های نقدی، مواد خوراکه، سرپناه و در مجموع این کمک های غیر غذایی برشان رسیده. آقای وزیر میشه که کم مشخصتر بگوین، چون مردم هم شما را میبینن، بیاین بگوین مثلا برای هر خانواده چه کمک شده؟ برای هر خانواده با دانشداشت یعنی خود چیز یعنی نویت به شکل که مردم متضرر شدن، مثلا در بعض موارد بیشتر سرپناه مثل خیمه، کمپل، اینی موارد و وسایل ابتدایی چیز خود منزل و خانه برشان توزیع شده و در بعض موارد مثلا مردم اگر خانش کمی آسیب دیده باز مواد غذایی برشان آجل رسیده. در بعض موارد دیگه مثلا نظر به خود نویت حادثه و سطح آسیب پذیری و ضرری که برای فامیلا رسیده پول نقد برشان توزیع شده. مثلا در مجموع دولت بدخشان ما 1 میلیون افغانی داشتیم، او را بر تمام فامیلایی که شهید داشتن بر از اونها توزیع شد. بر هر فامیل ما 50000 تخصیص دادیم، 40000 در بدخشان 40000 توزیع شده بر هر فامیل، 10000 به پیش حکومت است. او یک روند است که باید وظیفه شرعی شون اجتماع مرال شود. یک مسئله و ما در تخار 1 میلیون داشتیم، او را هم بر ورثه امو شهدا خصوصا طفلایی که تقریبا 16 شهید داشتیم بر از اونها توزیع شده. برای ورثه شهدا برای هر خانواده 40000 که 10000ش ندادن 40000ش تسلیم شد. در تخار باز مکمل داده شده. او چون ثابت بود طفلک ها در مکتب شهید شده بودن، ولی در بدخشان 40000 توزیع شده ولی 50000 رقشان است، 10000ش بعد از متمر الاساسشون برشان داده میشه. و در این زمان در روز اول و دوم حادثه زخمیایی که در سطح ولایات یعنی در مراکز قابل تداوی نبودن، اونا توسط هلیکوپترهای اردو ملی به مرکز انتقال داده شدن. پوزش میخوام در شرق افغانستان هم این کار صورت گرفته برای اساس در شرق وقتی که ما می صحبت میکنم به صورت کل می رقمی که پیشتر به شما گفتم 10 ولایت شامل میشه. یعنی در 10 ولایت افغانستان که از این زلزله آخر متاثر شدن این کمک ها برشان رسیده. یعنی ما وقتی گفتم کمک ها شامل مواد غذایی و پول نقد و مواد غیر غذایی یا کمک های بشر دوستانه است، این با دانشداشت مشکلات فامیلا برشان توزیع شده. در بسیاری از ساحات خبرهایی به گوش رسید که کاملا مثلا منزلشان ویران شده. برای از اینا چه کمک کردید؟ برای از اینا خطبا خیمه برشان توزیع شده، کمپل توزیع شده عاجل به صورت عاجل. اما باز کسایی که مثلا نظر به آماری که پیش شما هست، یعنی می لحظه که من امروز شما صحبت میکنم تقریبا 5131 منزل مسکونی در این 10 ولایت کاملا تخریب شده و 5000 و تقریبا 326 خانه یا قسما تخریب شده. که این قسما تخریب شده گیش دیگه باز کاتگوری مختلف است که برای اونها هم باز کمک های لازم داینده در نظر گرفته شده، خصوصا در قسمت بازسازی و امار یا ترمیم خانه ها. همونطور که دیروز رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس شورای انکشافی قریا که کابل آمده بودن در اونجا پالیسی دولت اعلان کردن، حکومت با دنداشت ما فکر میکنم ماده 14 قانون اساسی است که یک سل مکلفت های داره به خاطر حفظ جایداد مردم، خانه مردم و سرپناه یا تهیه سرپناه اینا. باز به استناد از او رئیس جمهور دیروز اعلان کرد که حکومت در روز آینده بعد از اینکه بررسی ها مکمل مرحله دوم بررسی ها به صورت دقیقش تکمیل میشه، در قسمت یا و بازسازی یا ترمیم منازل در حد توان البته بودجه دولت که باز یک مبلغ تخصیص داده میشه، البته روش های بین ملی و منطقه‌ای هم استفاده خواهد شد، بعد از او باز میریم به سراغ کمک مردم در قسمت ساختن سرپناهشان. آقای وزیر، یکی از مواردی که در گذشته هم شما شاهد بودن با وجود از اینکه دولت در واقع از کمک هایش برای آسیب دیده ها گپ میزد، انتقادات بسیار شدیدی هم وارد میشد. گاه گاه در برخی از ساحات مثلا میگفتند که بر اساس یک روابط خیشهوری و فلان گپای توزیع میشه یا شفافیت وجود نداره. یک نمونهش مثلا ارگوی بدخشان است. بله. در گذشته میشه که کمی توضیح بدین به مردم که واقعا چه جریان داشت و این بار چگونه است؟ البته
ما تقریبا د 3 سال گذشته که حتی د حکومت گذشته ما سمت معاونیت کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث بعد از خلیص به اختیار داشتم و بوده داشتم. از امو زمان به این طرف ساختارهای پاسخگویی که ایجاد شده چه در سطح ولایت و چه در سطح مرکز نظام کنترلی خود آورده بودیم. حالا که ما مسئولیت مستقیم اینمی بخش گرفتیم، ما بر ملت خود و بر مردم خود امید مینارم میتم که با کمال امانتداری بایس یک امین و بایس یک فرزند امینشان انشالله آخرین کوشش خود میکنم که هیچ کسی کمک سوء استفاده نکنه. بله، هر کسی که سوء استفاده بکنه، ولو که ولی باشه، ولو که قماندان امنیه باشه، رئیس ما باشه، رئیس های ادارات همکار ما در سطح ولایت باشه، انشالله که قانون به سراغشان خواهد رفت و از پیششان باسپورس و پرسان و صورت خواهد. چند سال پیش باید دارم وزیر انکشاف داد بودین یا انکشاف داد، یعنی رابطتون بسیار گسترده با مردم بود. من در مورد یکی از پروژه ها زمانی که در یکی از روستاهای ولایت بلخ است پیشون سوال کردم، دفتنش بعد از برنامه تماس گرفتن و جویای احوال شدن و در موردش گپ زدن. امروز چقدر امید بینان وجود داره آقای وزیر که مثلا به می آسیب دیده ها درست کمک شوه، سوء استفاده نشه؟ در واقع بسیاری ها در بدخشان در حادثه ارگو بسیار خبرهای بد گفتن، گفتن کسایی از بوده از این صاحب پولیس بسیار زیاد شده. ما هم قضیه ارگو رو بر شما میگیم. در قضیه ارگو هم سال گذشته شما شاید بدین که در 24 در 48 ساعت وضعیت اونجا خراب بود. قماندانا، زورگویا و اونجا یک تعداد حتی یک تعداد وکلای پارلمان در قضیه ارگو هم مداخله سیاسی صورت گرفت و در اونجا هم هر کس به نفع خود میخواست که از او یک استفاده یا سوء استفاده کنه. بعد از 48 ساعت باز شما در جنان بودین که رئیس جمهور قبلی افغانستان حامد کرزی رئیس بنا ما را تعیین کردن به صفت، گرچه امو سمت و وظیفه من بود، ولی به نماینده خاص خود به ارگو ما را تعیین کردن. قضیه ارگو بعد از 48 ساعت باز زیر کنترل آمد و تمام کمک هایی که چی از طریق افراد شد، چی از طریق جامعه مدنی شد و چی از طریق خود حکومت که اونجا بود، از طریق مساعد بین المللی شد، کلش توسط از طریق یک مکانیزم بسیار شفاف که مردم مرگو صدای ما را میشنوه کارت بر مردم توزیع شد و هر فامیلی که در گو چی متضرر شده بود یا نشده بود مطابق لیستی که پیش ما بود، مطابق آماری که بود، فقط برشان بر هر فامیل ما حتی خودمون حضور داشتیم که تا 5 بار ما کمک توزیع کردیم. اما خارج از بحث کمک های اضطراری هم گپای وعده های بسیار کلان خانه تان می سازیم، این کار را میکنیم، اون کار میکنیم شد تا حد توانی که حد توان بودجه حکومت همین فعلا که ممرا شما صحبت میکنیم، مردم شاهد است، مردم مرگو هم میبینه. 150 خانه فعلا در گو زمینی که ما حکومت از خود مردم ارگو را خریداری کرد، فعلا 150 خانه آماده تیار بر توزیع است که باید به مستقترین کسایی که خانه خود واقعا مجدد زاده بودن او باید برای توزیع شد و خانه تکمیل شد. چه وقت توزیع میشه آقای وزیر؟ توزیع زی چون همی حادثه زلزله پیش آمد و مسئله قندوز بود، ما به خاطر رسیدگی به اردو این مشکلی که پیش آمده بود و مردم ما او طرف به جا شده بودن و این طرف مردم آسیب دیدن، ما حداقل در این 15 روزی که حالا فعلا مسئولیت هم گرفتیم، اما میگه یک مثل داره میگه وقت سرخوریدن هم پیدا نکردیم. کل تمرکز ما فقط در میهمانگی امیروند کمک هاست و هم دلیل چی آقای شهزاد که اونم سوالی که شما کردین با نگارین که شما پیش رفتین که کمک واقعا به مستقیم برسه. ما همین تلفن است به گوش ما، به هر ولایت، به هر رئیس ما و به هر مسئولینی که در جای اگر کدام مشکل پیدا میشه زنگ میزنیم. تمام ادارات بین المللی و ادارات داخل حکومت و سرمیاشت ما کلگی دینی می روند همراه ما همکار هستن و بسیار بالاقمندی کار میکنن. ما یک مثال به شما میتونم در نورستان ولسوالی به برگمتال و کامدش دو ولسوالی بود که هیچ زیر پوشش نامده بود، هیچ کسی حاضر نمیشون جه بره. یعنی دیروز با تلاش کردیم سرمیاشت اداره هلال احمر افغانستان، اونا ما از پیشان تشکری میکنم که همی آمادگی را نشان دادن و امروز کمک های خود انتقال دادن به نگرهار که از جا باز از طریق را به مردم ما کمک برسه. آقای وزیر دو نکته را میشه فشرده‌تر اشاره بکنه. اولی که بدون شک شما به عنوان وزیر که سالهای سال در واقع در دولت افغانستان کار کردن این را مد نظر گرفتن، کدام میکانیزم ایجاد کردن که خوب حادثه ممکن هر وقت اتفاق بیفته که بگونی رابطه نزدیکتر را با مردم داشته باشند و مردم با تماس شوند و اگر سوء استفاده صورت میگیره و اگر حادثه پیش میآید بگونی نزدیکتر با شما رابطه داشته باشند؟ و دوم با آینده چه پلان دارن؟ مثلا ممکن زمستان از حادثه پیش بیاید، چه کار کردن برای ولایان؟ اردو سوالی که شما کردین اردو جز پلان های میکاری صد روزه که ما آینده سرش کار میکنیم، ولی ما هم باید یک پلان صد روزه رو برای رئیس جمهور افغانستان برای کابینه ارائه کنیم. دو پلان صد روزه، یکی امی پلان زمستان است، ترتیبات زمستانی خود باید بگیریم با دزاش تجارب سالهای گذشته در کجا چی گپ میشه، چی حادثه اتفاق خواهد افتید، برای زو باید ذخایر مواد غذایی و غیر غذایی همش باید در نظر گرفته شه. مثلا شما میال ما صحبت میکنیم، ما برای بدخشان برای
در ولسوالی های دروازه همیال 1400 به بیشتر از 1400 متر تن مواد غذایی از طریق تاجیکستان ان شاء الله تا 10 نوامبر مواد جابجا میشه. این البته وعده است که دبلیو فرما داده او را عملی میکنن. اینم تو اینی مثلا از جمله تدابیر زمستانی است ولی میمونه سر میکانیزم. بله وزارت انکشاف، وزارت انکشاف دهات و تمام شورای انکشافی که در سطح ولسوالی و قریه ایجاد شده اینی مجرایی است که در آینده میتونه باعث اونمو ارتباط ما با مردم و ما میخوایم که از وزارت انکشاف دهات و از نیمی سرمایه که ایجاد شده از این نادایره که وزارت انکشاف دهات ایجاد کرده در آینده در دو بود هم در بود ظرفیت سازی مردمی و خاطر پاسخگویی با آلات و حوادثی که اتفاق میفته در سطح قریه افغانستان و هم به خاطر شفافیت و تامین شفافیت از استفاده کنیم. حتی در بازسازی خانه‌ای که بعد ان شاء الله سرش باز تصمیم گرفته میشه از این شورا استفاده میشه، از این نهادهای مردمی استفاده میشه و با وزارت انکشاف دهات یک تعامل کاری بسیار نزدیک خود داشته. آقای وزیر بسیار زود خوش آمدید به محور. تشکر از شما. سلامت باشید.